سلام، من اومدم با یه کدو حلوایی به زبون خودمون کدو تنبل رفتیم از بازار امروز خریدیم. سپید خانم بانوی شمالی میخواد برامون یه کاکای اصل درست کنه. کاکای چی میگید خودتون؟ ما به زبان خودمون میگیم کوی کاکا. سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز میخوایم کوی کاکا درست کنیم، چون به کدو به زبان خودمون میگیم کوی و کاکا هم که یه نوع شیرنی گیلانیه. آره جاتون خالی، میخوایم درست کنیم با روش سفید خانم. اینجا یه دونه بود از این کدوها برای همسایه‌مون بود، خیلی خوشگله، این ذره سبزه، فکر کنم نرسیده بله. بلندم هست، من دیدم خیلی دلم خواست، گفتم که از این شیرینی ها درست کنیم. خودم درست کردم به روشی که از شماها مثلا توی پیجا اینا دیده بودم، یاد گرفته بودم، ولی دلم خواد اصلش رو امتحان کنیم این دفعه. خب اینو الان باید چیکار کنم؟ اینو الان باید خوردش کنیم، بذاریم بپزه دیگه. همین؟ آره بپزه. خب. که بعد وسایل رو آماده کنیم که درست. خب بریم واسه بعد. مامان داره میشه بکنم. دارچین هم اون دفعه؟ دارچین هم ادویه اصلیش. بفرم بده که دو قلقه لزن تو ندید یه پیر زن بسه بچه ها میخونه. این هم اون مهمون جیخ جیخو اومد اینجا آروم شد، بازی میکنه. بعد از کجا متوجه بشیم که مثلا اینا رسیده است، خوبه، بده؟ ببین کدو رو میخوایم بخریم قبل از خود. الان امسال بارون خیلی زود زد، میگه بارون به کدو نخوره. آها. کدوهای رسیده قبل از اینکه پاییز باشه بخری، گیلانی های آویزای درست میکنن، جوت بهش میگن، اونا رو آویز میکنن. آره میذارن اونجا. بعدم میخوایم بدونیم، ببینید این حاشیه ها چقدر منظمه، نگاه کنید فاصله اینو میبینی؟ این کدوی خوبی باید باشه. خوب. یکی هم که تشو ببینید حسابی اینجا حالت رسیده، کوچولو نیست، گرده. رسیده. این باید قانونی کدوی خوبی باشه. یکی هم که باید حالت خاک گرفته باشه، اونطوری شفاف نباشه. این میشه کدوی خوب. از نظر ما میگیم این کدوها کدوی خوبی. ببین چقدر سفته. این زردم هست کدوش. خب بابا بگم بیاد سفته کدو. بگم الان اینجا بابا رو باید بگیم بیاد. یه بعضی هست شکل نارنجی دارن، حالت بشقابی هن، اونا چی هن؟ نارنجی توی راه جاده چالوس میشن. خیلی زیاده، قدم خوشگله، گرده. آره اینجور حالت بشقابی داره، نارنجی شفاف، همه جور هستش، نوعی مختلف هست. بهترین کدو مال آستانه اشرفی هست. نهاش هم قشنگ میشوریم، خشکش میکنیم. آره ما زمستون و شبای چلش و شب چهارشنبه سوری تو شیشه ها میریزیم، اینو با آجیل گیلانی تفتش میدیم و بخلوط میکنیم. از دونه هاش هم مشخصه که این کدو خوبه. مثلا اصلا این کدوش کدوی خیلی خوبیه، خوبه هم توپله، هم زرده، کدوش خیلی خوبه. ببینی سفته، کدوی آبدار نیست. الان میذاریم بخار پز میشه دیگه، آب نمیریزه. چرا یه کمی آب میریزیم، یه نصف استکان آب میریزیم که بخار کنه که اینا بپزه. آها یه کوچولو آب. در کنار عصرونه نگی. عصرونه منم خیلی خوش گذشت دارم. هم درست کنم. وقتی تو رو همه چیزی درست میکنی اصلا نمیفهمی کی درست میشه، چون هر کی کارش رو انجام میده. خوردنش هم خیلی مزه میده. من تنهایی باشم هیچی دلم رو میخواد بخورم با هم، ولی خیلی میترسم. میتونین کدورم همینجوری بپزین، بخواییم بخورین دارچین و کره روش بزنین، خیلی خوشمزه. یادت ما منزینا درست میکردم، میتونین با عسل مل کنین، با شیره انگور مل کنین، شکر بریزین، همینجوری بخورین، آش درست کنین. این کدو تنبل خیلی خاصیت داره.
من یه دفعه هم کی پلا درست کردم. خیلی آفرین. خوشمزه شده بود. خوشمزه بود. یه چیز دیگه خب. من شنیدم برای این کدو. اینو بخور خس کنی. ماسک صورت میگه چی میگه برای بپوشی صورت. میگه معجزه میگه. آره ماسک آره خیلی خوبه. دو سه بار بزن. الان اینو نصف استکان آب کافیه براش این میپزه. روش بریزین. این بپزه. منم این تو تخماشو جدا آره جدا کنم که هم بشوریم خشک بشه قشنگ میتونیم اینو تف بدیم تو آجیل گیلانیمون بریزیم. منم کمک بیا مادر شیرین انگار وای عجب کدویه خب پس کدوی خوبی خریدیم چون شما همراهم بودی کدوی خوب خریدیم. کدوش خیلی عالیه. میخوام تو لیوان بریزم. آها پیمانش باید خب. یک لیوان میخوام بگم که کسی میخواد درست کنه. خب مواد لازمش برای درست کردن این شیرینی یه لیوان کدوی پخته شده قشنگ کوبیده شده پوره شده به اندازه نصف این لیوان شیر کافیه. باز وقتی خب. میریزیم خودمون دستمون میاد دیگه بسته به آردمون داره. یه مقدار آرد برنج یه مقدار آرد گندم دو تا سه عدد تخم مرغ بگیم پود دارچین حتما باشه خیلی خوشمزه میکنه شکرم دل بخواه حالا به اندازه شیرنی کدو بعضی ها پر شیرین تر میخوانم بعضی ها نه شیرنیش کمتر باشه با به اضافه مغز هل خیلی خوشمزه میکنه. مغز هل نداره متاسفانه اینجا هم نداره. اینا رو با هم مخلوط میکنیم دوستان اگه داریم بریزیم چون واقعا مغز هل خیلی خوشمزه میکنه. حالا بس ما اولین کدوها رو پوستشو میکنیم. یکی از دوستان من درست میکرد میگفت گلابم میریزم داخل. بعضی هم میریزن ولی من نمیریزم. آره من نمیریزم همون مغز هله خوشه همین دارچینه کلی اینو خوشمزه میکنه. همین اضافه ها که به پوست چسبیده همینا رو میتونید جدا کنید ازش سرد که شد بذارید روی پوستتون یا به همراه عسل یک قاشق از این یک قاشق عسل یا از این کدو بریزید با یه زرده تخم مرغ. اینا همه ماسکاییه که برای صورت استفاده میشه. کلن ما ماسک صورت که میخواییم استفاده کنیم اگر که طبیعی بخواییم استفاده کنیم باید مداوم این کار رو انجام بدیم. به یه بار و دو بار فایده نداره. حالا شاید ماسکای شیمیایی به دو سه بار اون کار رو انجام بده روی پوستمون ولی گیاهی از طرفی وقتی که طبیعی باشه اثرش بیشتره. از طرف این که خب اگر مداوم ما یکم همت میخواد مداوم استفاده کنیم خیلی بهتره. میگن بیشتر میمونه پوست و واقعا اگر جوانسازی میخواد بکنه این عمل انجام میشه روش. ولی شیمیایی ها زود سریع جواب میدن ولی میگن زود هم از بین میره اثرش. این چیزی که من شنیدم. خب اول تخم مرغ من بشکنم دست شما کسی بکنم مثل کوکو الان باید بله اول تخم مرغ مثل کیک مثلا آها. اول تخم مرغ و شکر رو یه مقدار میزنیم. اون یکی هم بشکنم همین دوتا کافیه فکر کنم. آره با یه مقدار هم شکر بریزیم میگم اینا همه بسته به خودتون داره که شیرین تر بخوایم یا اگر هم بس کافی اگر هم شیرین نبود میتونیم بعد از اینکه درست کردیم روش پودر قند بریزیم. خب اینو یه ذره هم میزنیم که قشنگ یه ذره یک نواخ بشه. اینو میزنیم که تخم مرغ از لختگی در بیاد. درسته خیلی جذاب شد اینجای ماجرا. حنانه اومد جلو ببینه ما داریم چیکار میکنیم. نه باید مثل کیک مثلا کشدار بشه اینقدر بزنیم. نه نه من خوب هم میزنم خلا دارچین قشنگ یه مقدار بیشتر میریزیم که حسابی عطرش برای دوتا تخم مرغ تقریبا یک قاشق غذا خوری دارچین ریخت. من کره آوردم با اینا سفیده خانم گفت کره لازم نداره. نه کره لازم نصفه این البته برای یه لیوان کدو به اندازه نصف شیر کافی. حالا ما اینو کم کم میریزیم یه مقدار الان میریزیم شما به هم بزنیم. یک لیوان کدو نصف لیوان شیر بله
شیرمون هنوز نصفه نشده دیگه، بازم باید برسه. اینو هنوز نگه میداریم. بعضی کدو آب داره، همین مقدار کافیه. بعضی کدو نه، حالا ما میریزیم ببینیم چه میزنیم ببینیم چجوری میشه. ببین این هست که نکته هاشو باید بدونیم. من شنیده بودم که اینا با هم مخلوط میشه و میشه کاکا، ولی الان ببینید مرحله به مرحله، این که شیر رو گفتن کمتر بریزیم شاید آب داشته باشه، اینا نکاتی که تجربی به دست میاد. نه حالا یه ذره هم بزنیم یه مقدار شیر بهش کم کم اضافه کنیم. این معلوم بود که کدومون آبدار نبود. نبود. آفرین. این کدوش خیلی کدوی خوبیه. ببینید چطوری باید بشه. من از نزدیک نشون بدم. حالا یعنی اینقدر رقیق باید باشه. چون باید آرد بره هنوز. آرد بریزیم که قشنگ مثل کیک بشه. خب. میخوایم مایه کیک رو درست کنیم. خب. حالا. آرد گندم. آرد اندازه اینقدر دیدین که اینقدر آرد گندم و آرد برنج. خب به اندازه فکر میکنم همون نصف لیوان آرد گندم. اگر دیدیم داره سفت میشه نریزیم دیگه. آره این بسته میگم که بازم به خودمون مایه‌مون داره. آه. ولی باید قشنگ هم خورده بشه و یک نواخت بشه. خب حالا آرد برنج. اگه فقط از آرد برنج استفاده کنه خیلی از نرم نمیشه، سفت میشه. اینجا یه نکته مهم سفیده خانم گفتن، این که میگن اگر کامل از آرد برنج استفاده کنیم سفت میشه کاکامون. آره. اگرم کلن از آرد گندم استفاده کنیم اون طعم و خوشمزگی رو نداره، درسته؟ بله. باید دوتاش باشه. اگه کام فقط آرد گندم باشه نه خیلی نرم میشه، شل میشه. مثلا وا میره. درست. یه مقدارم الان میریزیم. الان کافیه دیگه، خوبه قلزته. بله بله. وانیل داشتیم، وانیل و بگیم پودر. اینو قدیم هم درست میکردن، یعنی خیلی سالهای پیش. خیلی سالهای پیش. بعد اون موقع مثلا بیکینگ پودر نبود چی؟ نه نمیریختن. خب آره نبود نمیریختن. بیشتر از آره بیشتر از مغز هل هل استفاده، دارچین استفاده میکردن. بعد قدیمی ها فقط با آرد برنج درست میکردن، چون اون موقع برنج حسنی بود. الان برنج حسنی خیلی پخت چالیزارا نیستش. درست. کمیاب شده. آها. برنج حسنی هم وقتی آرد میشه نرمه هم شیرینه، چون شیرینه شکر دیگه نمیخواد اونقدر. مخصوص شیرینی. آره مخصوص شیرینیه. من الان خیلی کم میبینم آرد برنج حسنی توی بازار. اکثرا آرد برنجا همه خارجیه، برنجای خارجی رو آرد میکنن، یا برنجای دیگر رو، برنج خزر، برنجای دیگر رو آرد میکنن میارن بازار. اونا دیگه این کیفیت رو نداره. اون حسنیه هم قشنگ پف میکرد، هم شیرین میشد، هم نرم میشد. به خاطر همون بیکینگ بود نبوده، برنج حسنی بوده. آره برنج حسنی. من اینجا هم دوباره نشون بدم. بعد از اینکه آرد رو زدیم به این شکل باید بشه. دستت درد نکنه. قبل از اینکه ما بیاییم داخل بقیه کارا رو انجام بدیم، مامان اومده آشپزخونه رو جمع جور کرده، چون قبلش هم آموزش دیگه داشتیم. اینجا به هم ریخته شده بود. بقیه یه کدو رو ما گذاشتیم اینجا پخت. به اندازه یه لیوان برای کاکا برداشتیم. بقیهش رو میتونید هم برای ماسک صورت دوفتم استفاده کنید. توی شیشه مربایی بریزید، بذارید توی یخچال، هر بار ازش بردارید. تا تقریبا دو هفته اینا میتونید استفاده کنید. بعد باهاش آش هم میتونید درست کنید. حالا آشی که میشه درست کرد رو سفیده خانوم برامون میگن، همینطوری حالت شفاهی. چون من نمیدونستم تا حالا آش میشه باهاش درست کرد، نمیدونم چه موادی میخواد.
حالا شما میتونید همینطوری هم بچینید توی دیس، روش عسل بریزید، یه شیره انگور بریزید، میل کنید. اونم باز خیلی خواص داره. خب اینجا سفید خانم میگن که بریم بوجار. زبون گیلانی داره زبون گیلانی یاد میگیره. سفید خانم میگه من غیر از غذا زبون هم دارم یاد میگیرم. نه چی گفتی؟ بریم بوجار. میگه بریم بوجار. آفرین. بریم بالا. بریم بوجار. اینم روغنی که روغن زیتون هم داخلشه. خب بو نداره بدون بو. باش. خب خدمت شما. اکثرا این شیرنی رو توی از این تابه های کوچولوی نیمروی یک نفره هستاتون درست میکنن که کوچولو کوچولو باشه. آها. هر کی برای خودش یه دونه بهتره. ما حالا نداشتیم تابه کوچولو. آره توی این درست میکنیم برای تو. یکم داغ بشه. گفتم سفیده خانم گفتن با این کدو میتونیم آش هم درست کنیم. بله. قرار شد آش رو همینطور شفاهی بگید که چه مدلی درست میشه. آشم همین کدویی که پخته شده رو قشنگ اینو با گوشکوب لهش میکنیم. بعد نیم دانه ما بهش میگیم برنج شکسته. اها. یه مقدار برنج شکسته رو میذاریم بپزه. الان مال ما مثلا این پخته شده. اگه نپخته شده پوست کدو رو میگیریم، برنج و کدو رو با هم میذاریم بپزه. خوب. وقتی که قشنگ پخ له له شد اینم همینجوری توش دارچین میریزیم، تو شیر میریزیم، بعد قشنگ اینقدر اینو همش میزنیم میشه مثل فرنی میشه. بعد روش ادویه دار میریزیم میخوریم. نه خیلی خوب. کنجدم میتونیم چه راحت. و خیلی آش ارزش غذایش خیلی بالاست. آش خیلی خوبی اصلا. خیلی هم خوشتمه. من خودم چون کدو خیلی دوست دارم خیلی زمستونم میخورم. درست میکنیم. ما هم ببینیم چطوریه. برنج نیم دونه اینجا ندارم بگیرم. آره حالا با همین برنج هم میتونیم یه ذره بپزیم اینو مخلوط کنیم. باش درست کنیم. پس ترجیحاً تابه کوچیک باشه که کوچولو کوچولو درست. آره. کنیم. خب البته بعضی توش گردو هم میرزن. اینا همه اختیاریه ولی اصلش همینه. هیچ اصلش هیچ بگیم پودرم نداره. این شلش هم کم کنیم. خب یه دربرم بذاریم رو. خب چقدر وقت میخواد الان؟ پنج ده دقیقه تا یه طرفش آماده بشه که برگردونیم. خب با چای میتونی نوش جام کنیم. ممنونم. خب این پفدار شد. با اینکه ما هل نداشتیم چه بوی خوبی داره. اون به خاطر دارچینه. کدوش هم خیلی کدوی خوبی داره. خب پس سرخ خوش برگرد. چای ما بکنم بعدا. چای ما واجب داره. چای ما واجب داره. آماده شده، خنک شده. با چای میخوام بیارم. همه اینو اینا دست شما داره. چه عروس خوشی. کاکای ما آماده شد. ببینید چقدر خوش رنگ شده. خیلی هم خوش عطره. حالا بوش برای شما نمیاد ولی خیلی خوش عطر و خیلی خوشگل شده. من ببرم برای ماماینا. بابا هم از بغلش برداشته. بابا اومده. ای شما برداشتی هنانه برداشتی. هنانه پسته برداشتی. چنگل هم اینجاست. برسی بابا برداشتی. فکر نمیدونم خرمون باشه. نه پس بیشتر من چی دم؟ آره همون دوتا شیطونا. بله بفرم دست شما درد نکنه سفیده خانم. قربون شما. دست شما درد نکنه. امیدوارم که خوشتون آمده باشه. آره آره. خب
در کنار عزیزان ما هم از شما خداحافظی میکنیم. امروز چند تا ویدیو گرفتیم، همه خسته. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به خدای بزرگ میسپاریمتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.